سلام با این ویژه برنامه محور خوش آمدید. مهمان من آقای مبارز راشدی وزیر پیشین کابینه افغانستان است. آقای راشدی سلام به شما به برنامه بسیار خوش آمدید. تشکر تشکر. اول اگر روی مفاهیم کمی حرف بزنیم. سه عنصر اصلی یک نظام دموکراتیک چی است؟ سلام به شما، سلام به بینندگان برنامه. بحث امروز ما یک بحث بسیار جالب است و دموکراتیک بودن نظام قطعا در بحث که در قطر جریان داره یکی از معلفه هایی است که ما باید از اتفاق بکنیم دموکراتیک یعنی مردم در تعیین سرنوشت خود باید نقش داشته باشند نظامی که برای مردم حق استعمال اراده و انتخاب را میده ای که آیا به کدام پیمانه مردم میتانه اراده خود تمثیل بکنه ای باز از نظر فارمت هم متفاوت است ولی از نظر عملی مخصوصا زیاد متفاوت است شما در بعضی از نظام ها میبینین که نقش مردم در حتی در هنجارهای اخلاقی هم نادیده گرفته نمیشه مثلا دموکراسی لیبرال همیست مردم هر آن چیزی را که میخواین حکومت مکلف است که باید او را برای مردم اجرا بکنه ولو این که مردم از هنجارهای اخلاقی بیرون یک چیز رو میخواین اما در نظام های غیر لیبرال که صرفا دموکراسی در شاکم است یا جمهوریت مثلا دموکراتیک هست اونجا چارچوب هاست بر اساس او چارچوب ها مردم میتانه انتخاب بکنه و اراده خود را استعمال بکنه یعنی لایتناهی از حکومت هر چیز را خواسته نمیتونه خط قرمز یا بندش ها یا در واقع میارهای وجود داره که مردم باید بر اساس اون میارها مطالبات خود را تنظیم بکنه درست پس وقتی ما از لیبرال دموکراسی گپ میزنیم در لیبرال دموکراسی بس آزادی مطلق است طوری که مثلا آیزا برلین میگه دقیقاً لیبرال دموکراسی یعنی اراده ای مردم با آزادی مطلق اصلا خودش معنایش مشخص است ما در افغانستان بحث ما فعلا عینی تر بکنیم نمیخوایم امروز برد، برد. بحث های مفهومی برد. بکنیم عینی تر چیزی که ما در افغانستان چه نظامی داریم آیا این نظام نظام لیبرال دموکراسی است در خیلی جاها ما میشنویم که حتی مثلا با سوادها ها استعمال میکنه مثلا میگه نمایندگانی که از نظام لیبرال دموکراسی دفاع میکنه در برابر طالبانی که از نظام سوچه اسلامی دفاع میکنه چطوری اینا به یک فرمت قابل قبول میرسه فرض کنین این نظام را طالبا قبول نکرد امارات امارت اسلامی یا سوچه اسلامی را این طرف جمهوریت قبول نکرد آیا ما یک فرمت قابل جورامت میتونیم داشته باشیم که در اونجا چی کار شود ببینید یکی مسئله اسلامی بودن تأمین شود تا طالبا راضی شود مسئله انتخاب مردم و جمهوریت تأمین شود تا این گروپی که از طرف حکومت یا از طرف جمهوریت رفته اینا راضی شود بله. این یک بحث بسیار پرجنجال در مذاکرات صلح خواهد بود من فکر میکنم باید هم نمایندگان طالبان هم نمایندگان جمهوریت و هم مردم ما افکار عامه ای را بدانند ببینید ما اول سر همین نظامی که داریم بحث بکنیم همین بله. نظام ما چیست اه. اسلامیست طالبا وقتی میگه من نظام اسلامی میخوایم آیا این نظام کفری است شما باورتان است که نظام فعلی افغانستان ماهیت نظام فعلی افغانستان لیبرال دموکراتیک نیست به هیچ عنوان دموکراتیک است دموکراتیک است ببینید ما حتی در دموکراتیک بودنش هم ما نمیتونیم ایر دموکراتیک مطلق استعمال کنیم ببینید در نظام دموکراسی و دموکراتیک مردم حق انتخاب دارن در تمام مواردی که سرنوشتشان را تغییر میتن خب مثلا ما در قانون اساسی خود یک بندی داریم هیچ قانونی در افغانستان اجرا نمیشه دلید. اگر با اصول و اساس، اساسات اسلام در تضاد باشه خب در واقع دموکراتیک بودن نظام را این ای بندی از قانون اساسی کاملا محدود میکنه و مردم آزاد نیست هر آن را که بخواین و حکومت او را مجبور باشه که اجرا بکنه در واقع ما اگر بخوایم فرمت های رسمی علوم سیاسی را تطبیق بکنیم در افغانستان میتانیم یک نام تساموهی بانیم به نام مردم سالاری دینی خب بله مردم سالاری دینی ایران مثلا دیدگاه خواهی خمینی است یک نظریه نام داشت خب مثلا در نظام ایران به شکل است باله. وقتی که در نظام حرف آخر را ولایت فقیه میزنه شما به به مصداق واقعی دموکراسی بودن هم نمیتونین اونطوری که در کتابای سیاسی نوشته شده استعمال کنین ما در افغانستان به همین شکل هستیم ببینین این نظام لیبرال نیست این نظام غیر دینی نیست این نظام دموکراسی 100 هم نیست درست. مثلا مردم افغانستان فرض کنین مردم افغانستان به بگویه ما تصمیم گرفتیم 35 میلیون تصمیم گرفتیم دیگه نماز نمیخونیم حکومت حق نداره بگویه پس به این شکل که هست چون مردم خواسته بیاین این نماز نخوانیم برای این که در بندی از قانون اساسی نوشته شده که اینجا حرف آخر را مردم نمیزنه حرف اه. آخر را دستورات و و اساسات اسلام میزنه پس ما از نظر ماهیت جمهوریت و دموکراسی هم باید یک معنای تسامحی ر استعمال بکنیم اما بحث بحث به اینجا میبریم جناب ابرار صاحب که طالبا از ای از این ناحیه نگران است ببینید خب حالا نامی از این نظام رو هر چیزی بله. که میگذارین قانون اساسی است همگی قانون اساسی رو خوانده طالبو خوانده یا بخونن بله. می میخوایم بحث کنیم آیا همین نظام اسلامی است یا نه درست به دلیل حالا میخوام از شما بپرسیم که منظور اسلام از نظام سیاسی چیست ببینید ما اگر برگشت کنیم به صدر اسلام یک چیز را باید در قرائت نوین از اسلام ما بپذیریم و اویی که پیامبر اسلام وقتی که آمد به عنوان پیامبر رسالت را ابلاغ میکرد یعنی مسائل معنوی که از وحی به پیامبر می رسید پیامبر مکلف بود به مردم برسانه برای. اما در امور حکومتداری ایجاد یک, یک،, یک که دفاع کنه نظم امور را بسازه پیامبر این از مردم پرسید برای مردم گفت ما تا هنوز پیامبر خدا بودیم همه مسائلی که برای پالایش روح و روان و اخلاق و معنویت و ارتباط شما با خدا و بحث وحدانیت و زدودن شرک و این مسائل ما برای شما پیام آوردیم اما یک چیز دیگه هم شما نیاز دارین و اوی که باید امور دنیوی شما اداره شود آیا با ما اجازه میتین که همچی چیزی را هم من متکفل باشم یا اجرا بکنم ببینین ما متاسفانه در ف... بعضی اوقات میگم که ما دین را نشناختیم علت نشناختن دین این است که ابزار شناخت دین را کاملا ما به جای استعمال میکنیم شما ببینین شما دین را از عقل و نقل باید استخراج بلد. بکنین مسا... اه 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 فروعات را و حتی در اصول هم در فهم دقیق اصول شما به عقل و به نقل درست. ببینین ما حتی عقل را در لنگه کامل نقل مندازیم نقل یعنی چی؟ مم. یعنی نصوص قرآن روایات معتبره این یک لنگ فهم دین است فهم دیگه عقل است اگر ما در فهم دین عقل را کم بسازیم کم رنگش کنیم کما این که تمام فرقه های اسلامی چه مثلا تشیع با تمام گرایش هایش سنت با تمام گرایش هایش متاسفانه عقل را کم رنگ کرده درست. وقتی عقل را کم رنگ کرده شما بعضی موقع در در مسائل مستحدثه در مسائل که مربوط به مدرنیته و زمان درست. ماست بله. فاصله طولانی داره یک چیزی است نصوص مطلق پیدا کرده نمیتونین بله. وقتی بله. نصوص بله. مطلق پیدا کرده نمیتونین باید ایرا با عقلی که در واقع او پیامبر باطن ماست و او بله. اتکای اصلی خدا در فهم دین او عقل است با او باید استخراج بکنیم و جمود را کنار بزنیم یعنی بله. بگوییم که لازم نیست اینجا معطل بمانیم عقل میتونه یا اوقلا درست اوقلا میتونه تصمیم گیری باشه نظام سیاسی که اسلام از او حرف میزنه مشروعیت خدا با توجه به که شما گفتین از اراده مسلمانان میگیره درست است بله پس نوع حکومتی که یا نظامی که اسلام میگه حکومت تیوکراتیک نیست درست ببینید من یک چیز دیگر خدمت ما اضافه کنم ما یک بار به با دقت عقلی مسائل را میخوایم موشکافی بکنیم ماهیت یک چیز را میخواییم واس کنیم مثلا آیا قدرت از آن مردم است یا از آن خداست یک بحث فقی است بله. خب در اونجا هیچ کس بحث نمی کنه که ای از آن مردم است ببینید قدرت از آن خداست قدرت راندن خدا پیامبران را میفرسته پیامبران بعد از خود نمایندگانی داره و اون نمایندگان ای به معنای دقت عقلی است به معنای رفتن در عمق قضیه است ما در مسائل عادی هم اگر این بخوایم ماهیت بسنجیم مثلا ما اینجا نشستیم ما نشستیم ما در واقع نشستیم این نشستن ما از خداست این تکلم ما از خداست هم آیه قرآن که وقتی که در جنگ سپایان اسلام پیروزی در دستشان آمد و بسیار خوشحال شدن آیه نازل شد که و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما او تیرهایی که شما منداختین شما نمینداختین او تیر ما من منداختم لذا ما تمام حرکات و سکنات ما در عمق معنا از خداست ما ایش کاره هستیم ما فقط هایی هستیم که با تصمیم بلد. خدا میچرکیم اما در حاکمیت بله، معنای تسامحی هم داره معنای تسامحی چیست بله همه چیز از خداست حکومتداری هم از خداست نظام هم از خداست مردم هم از خداست و اراده ای مردم هم از خداست درست و وقتی ما میگیم اون چیزی که سید قط مثلا میگه یا ابوالعلا مودودی حاکمیت خدا در اینجا منظور از حاکمیت خدا حاکمیت در تشریع است حاکمیت در قانونگذاری است یا حاکمیت انتصابی که بس افراد باشه خب حاکمیت در تشریع از آن خداست بله حاکمیت در قانونگذاری از آن خداست بحث ایست که ما او قانونی را که منصوب به خدا میکنیم چگونه بفهمیم این ای ای محل نزاست ببینید در ما هیچ زمان در حکم اختلاف نداریم امه. مثلا ما مردم افغانستان جامعه جهانی طالبا و ما از نظر حکم به یک فیصله قطعی رسیدیم که صلح باید شوه اما ای که به کدام فرمت صلح بکنیم به کدام میکانیزم این را به چوکات بشانیم بین ما اختلاف است در مسائل دینی در فهم مسائل دینی به همین شکل است ما در بسیار به ندرت در احکام اختلاف داریم بحث ما در تطبیق مصادیق در زیر چتر احکام است آقای راشدی در بحث شوی حکمرانی در یک نظام اسلامی آیا یک نظام اسلامی یک نظام استبدادی است وقتی که اسلام مثلا دلیل نابودی قوم عاد را یا سمود را یا فرعون را گردن کشی او نامه داند، تغیان او نامه می آیا میشه گفت که یک نظام اسلامی یک نظام استبدادی بوده میتاند؟ نظام اسلامی اصلی یا به قول طالبان که سوچه استعمال میکنه بگذارید ما و شما استعمال امه کنیم در نظام اسلامی سوچه بحثی از استبداد وجود نداره درست اما در نظام اسلامی و در عطا در فهم دینی رایج ما استبداد وجود داره برای آن استبداد وجود داره ببینید ما اسلام را تنزل دادیم به فقه خب همه ای اسلام فهمه فکر میکنه که کل اسلام یعنی فقه یعنی وقتی فقیه میشی اسلام شناس میشینه فقاهت یک بخش کوچک است ببینید فقه یعنی چی فقه یعنی احکام فرعی شرعی یعنی احکام غیر مهم فقه قانون اساسی اسلام نیست قانون اساسی اسلام اخلاق است اگر شما م. اگر شما ایره درجه بندی بکنین فقه در, در, در سیاره علوم دینی مثل قانون ترانسپورت در افغانستان نسبت به قانون اساسی است قانون ترانسپورت جاده چی قانون مثلا خرد و یک جای افتیدگی است ببینید به همین خاطر چون فقر تمام اسلام فکر کردن ماهیت اسلام را در باب فقه آمدن جستجو کردن که احیای علوم اسلامی را غزالی نوشته کرد امه. در اونجا خواست بفهمانه که تمرکز و چسبیدن به فقه به معنای چسبیدن درست. به اسلام است لذا ما فقه ما معیوب است ببینید هم فقه اهل سنت معیوب است فقه شیعه معیوب است ما فقه ما شدیدا نیاز به با بازنگری داره ما یه گپه که میزنم از باب ادعا نمیگم یعنی حاضر هستم اگر هر طرفی در این مورد درست. بحث کارشناسانه ام. بکنه ما نیاز به با بازنگری کلی مباحث دینی ام. داریم که تا استبداد دینی و افراطیت دینی از هر گوشه فهمیدین سر بالا نکنه این نیاز به یک کار علمی ساخن. داره ما به دلیل میخوایم کمی بیشتر بپیچیم روی استبداد که مشخصا میخوایم بین سال 1996 تا 2001 رم کمی روش گپ بزنیم یک نقل قول از دکتر یوسف قرضایی بازم هم میکنم که آقای قرضایی میگه بیشترین بدنامی که به جامعه اسلامی وارد شده از ناحیه استبداد سیاسی بوده و خواهی دکتر قرزایی بدترین نو استبداد استبداد سیاسی میدانه که به نام دین انجام میشه شما دلیل وضعیتی را که بین سال 1996 تا 2001 در افغانستان حاکم بود این میدانن که یک شمار مثلا طالبا آمدن فقر اصل پنداشتن یا بیخبری مفرد از دین هر دوش درست. ببینین هم با فقه حکومت کردن امکان نداره مخصوصا با فقه فعلی هیچ امکان نداره فقه پالایش شوه که بسیار جا بیفته به معنای واقعی هم با او حکومت داری امکان نداره در باب ببینید ما در الفبای فهم دینی خود مشکل داریم مثلا شما در تمام نظام های اسلامی در عربستان سعودی فعلی در نظام طالبان دیروزی در نظام اسلامی یک در افغانستان تیر شد در پاکستان در هر جای خب شدت و ضعف داره اگر شما از دهنتان بلندتر گپ میزنین یا شما رو مرتد میگه کافر میسازه محکوم به اعدام میکنه یا اگر بالاتر از مسلحت های قدرتی که در چنگ چند نفر است گپ میزنین او رو بر نمیتابه یا به عبارت یا می آزادی بیان بله بله. آزادی بیان ایارش در دین به چی پیمان است ببینید علی خلیفه چهارمی مسلمان ها بود وقتی که خلافت میکرد از کوچه های کوفه که عبور میکرد بعض ها دشنام میداد به علی در حال خلافت دشنام میداد حتی یک نفر هر باری که علی رو میدید دشنام میداد ولی جواب نمیداد رفت به او گفت گفت تو را دشنام میتیم گفت میفهم مرا را دشنام میتی گفت چرا جواب نمیتی؟ گفت دشنام جواب نداره پس ببینید نه تنها انتقاد در حکومتی که بر اساس میارهای دینی است رواست بله. حتی کسی که دشنام میته او را هم متضرر نمی سازن دروس. او بندی نمی و در دانش نمی اما از ما به ساده ترین گفت به فلانی توهین شد به ای توهین شد ما صد خط قرمز برای بستن دهان انسان ها داریم م. پس فهمی اوام هم فهم دینی است یا هم فهم دینی است البته چیزا زیر سایه جمهوریت هم داریم بگم. در سایه جمهوریت بله. خوب نکته بله. اشاره کردین ابرار صاحب گرامی ما باور مایی است که عنوان ها مشروعیت نمیاره بله طالبان میگه ما جهاد میکنیم ام. با جهاد زن مرد خورد طفل بیگناه رو میکشه این جهاد نیست تو بگو تا بگارم ما جهاد میکنم اما هرگز اسلامی رو نمی ببینید در دوران حکومت طالبان اگر ما کارایشان را بر معیار دین ایار بزنیم یک نمره نمیگیرن جمهوریت فعلی مثلا فرض کنین ما با معنای تسامحی میگیم امی جمهوری اسلامی مردم سالاری دینی بله تخطی امی حکومت حکومت قبلی از مردم سالاری و چی پیمان است شما میبینین هیچ مردم سالاری در اینجا نیست مردم مکلف است که در ریاست جمهوری بر اساس فشارهای عجیب و غریب یک کسی را در صندوق رای بندازه امورم دیدین که آخرش مردم نمیای که رای بندازه البته اینجا یک گپ دیگه هم میان میه بحث جامعه ظلم پذیر و کسان ظلم پذیر انسان های ظلم پذیر و این بس که آیا در نظام اسلامی مردم حق بازخواست از مسئولان اداری امور مملکت خود دارن یا نه یا نه مسئول امور مملکت تامل اختیار است اگر منحرف هم و کسی چیزی گفتن هم به نظر من در هر دو نظام به میشکل است در نظام دموکراسی خو اوج دموکراسی در انتخاب نیست اوج دموکراسی در کنار زدن از قدرت است شما اگر دموکراسی را اوجش تمثیل بکنین این است که مردم بیا بگوید تو شاروال باش تو رئیس باش تو والی باش او زمان دموکراسی تمثیل میشه که مردم برای بگوید تو را نمیخوایم و تو رأی داده بودیم ولی تو نمیتونی از قدرت کنار برو ام. اینجا دموکراسی تمثیل درستر. میشه نه ای که اعتراضی زبانی باشه در نظام اسلامی هم هیچ حاکمی بدون اراده و رضایت مردم حق حکمرانی نداره ببینید من میخوایم یک چیز برای حکومت افغانستان بگویم و برای طالبا بگویم درست. برای طالبا بگویم تا بیگار نام تبان حکومت اسلامی امارت اسلامی آن چیزی که تو را تعیین میکنه او عملکردت است عملکردت کردت فوق العاده غیر اسلامی است به حکومت هم باید بگوییم که اگر این حکومت مردم سالاری دینی است نه دین در این حکومت بود و نه دموکراسی و نه مردم سالاری ببینید به پیمانه بسیار کوچیک لذا ما میخوایم چی بس بکنیم بسیر میکنیم که عملکرد حکومت ها تعیین کننده مشروعیتش است نه نام, نام, نام لذا, لذا حتی ببینید حتی از این ما فراتر میرو میره برای بعض کسایی که بحث های تحقیقی رو دنبال میکنه حتی ایدولوژی ایدولوژی مدار مشروعیت نیست شما اگر نام یک حکومت سوچه اسلامی بانین عملکرد غیر دینی باشه تبعیض باشه کشتار باشه دزدی باشه یا یک کسی دینی نمیمان خوده حتی مثلا دین قبول نداره اما به عدل رفتار میکنه تبعیض نمیکنه کشتار نمیکنه مردم اعترام میکنه تمام میارای دین در واقع در عمل میبنده ای اسلامی تر است تا اوی که نام خود دینی مانده نمونش در اسلام امو حکومت چیز است حکومتی که در چندین هزار سال پیش برپا شده بود که حکومت بله بله اسلامی بله بله. نبود سوچه هم نبود ام، اما شما می میبینید منشور کوریش برای فعلا بله حتی به درد دموکراسی قرن ما و شما میخورن بخوای راشدی نکته بسیار مهم ها اشاره کردین نا مهم نیست این مهم است که در عمل چی میکنن بیایم بررسی کنیم که در عمل چی میشد اسلام درباره حضور زنا در اجتماع و سیاست چی میگه وقتی که ما در قرآن یا ایو الناس و یا ایوه الذین امنو در بیشتر موارد داریم وقتی که ما در اسلام زنان دعوتگری داریم که عمر به نیکویی میکردن سمیه در صدر اسلام نمونش هست زنان تجارت پیشه داریم زنان داریم در غزوات شرکت میکردن چرا دید طالب نسبت به زنها یک دید بسته حتی پیش از اسلام است. تنها طالب نیست بله. دید مسلمان ها نسبت به زن ها همگیش معیوب است اگر باز شده یعنی که شده شما امی وضعیت را در تمام قرارات های دینی و حکومت های دینی میبینید در امی حکومت ما به این شکل است یک چند نفر زن ها اگر به میدان آمده خود از اینا دویدن به میدان آمدن کس اینا را خوش نداره اینا با میدان باشه بحث زن یکی از بحث است که دلیل مطلق است که ما دین را نشناختیم ما یک چیز برای تو اشاره می کنم ببینین حضرت خدیجه را بانین حضرت سمیه را بانین در تاریخ اسلام ایر طالباام قبول میکنه طالبا هم میگه که حسن الحسن و حسین سیدا شباب اهل الجنه و این قبول میکنه که اگر حسین انقلاب امو امو حرکت خود انجام نمیداد در برابر یزید استاد شد اسلام ختم بود اما شما ببینین جنگی که در کربلا شد مسئولیت جنگ با حسین ابن علی بود بار سنگینش به دوش زینب بود حتی بعد از شهادت امام حسین کشته شدن تمام جوانایی که در او اردوگاه بود مسئولیت عمیق و سنگین به گردن حضرت زینب افتاد و در شام در کوفه با سخنرانیاش در واقع خون به زمین ریخته امام حسین معنا کرد و پیروز کرد پس ما پس ما حسینی که فقیه هست مشتهد است عالم است اسلام شناس است روی سینه پیامبر کلان شده زینبی که دختر فاطمه است دختر علی است نواسه پیامبر است ای که با اسلام عجین است <applause> این میای بزرگترین رسالت دینی رو به دوش میکشه ما از زن چی میخواهیم ما از زن میخواهیم که تو باش دمی گوشگگا باش سایکو که مردا چیکار میکنه پس به این معناست که ما زن رو نشناختیم زن فکر فقه از زینب جدا کرده از کربلا جدا کرده برد در یک جای دیگه در هرمان و محرومیت گذرانده لذا میگم باید ما به فهم دینی خود شدیدا تجدید نظر بکنیم و حتی قصه آشورا رو ببینید یک نکته را میگم قصه آشورا را شما اگر با با کتاب های فقی شیعه و سنی مقایسه بکنین تفاوت نیست حتی مثلا در اونجا تعارض ها میبینین آقای راشدی امکان توفیق یا پیروزی روایت اسلام به با معنی واقعیش اسلامی که خودش معتدل است در مذاکراتی که در دو حج جریان داره چقدر است ما باور ما این است که این بحث ما و یک ای بحث جالب است و این بحث باید زیادتر دنبال شود ما آخر سر این نزاب نزا باید وقت را تلف بکنیم باید طالبان معنای سوچه اسلامی خود بفهمم من یک مصاحبه شان گوش کردم میگه سوچه اسلامی یعنی چی معنا کرده نمیتونه میگه حکومت افغانستان اسلامی نیست نمیتونه با وضوح بگو یک اسلامی نیست فقط میگه ما سوچه اسلامی میخواییم ببینین ما امارت اسلامی را نمیتونیم بیاریم امارت اسلامی یکی به دلیلی که مردم افغانستان خاطره خوش نداره یکی که در حال حاضر مردم افغانستان امون نام امارت را نمیخواید جامعه جهانی نمیتونه نام امارت را بخواه ما میخواهیم می به طالبا بگوییم اگر اسلام میخوای یک آدرس مشخص کو کدام قرائت اسلامی را قرائت اسلامی که در عربستان رایج است در پاکستان رایج است در ایران رایج است اگر امور میخواهی چرا او امو کار را کرده تو, تو از او کده یک چیز دیگه میخواهی مثلا پس او هم اسلامی نیست تو نمیتونی او را معیار قرائت اسلامی قرار بدی از این طرف هم حکومت افغانستان حکومت افغانستان ببینید من یک چیز به شما میگم در افغانستان هیچ امکان نداره حکومت غیر دینی پیاده شود اگر در افغانستان اراده غیر دینی راه میرفت رفت چپی های ما بسیار تلاش کردن که را ببرن لذا طالبا اسلام را سخت و سفت و از چیز دشکر. نکنه غیر زیبا نکنه دشکر. از این طرف هم, هم. هم حکومت افغانستان به مردم سالاری و به حکومت دینی باورمندی بود با. مبارز راشدی وزیر پیشین کابینه افغانستان تشکر از حضورتان در برنامه